سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنید لطفاً یک ثانیه وقت بذارید برنامه رو لایک بکنید. برنامه هم که تموم شد یه کامنتی بذارید که باعث رشد کانال میشه. زیر ویدیو یه کامنت بذارید، کامنت فارسی، نظر فارسی، انگلیسی، جفتشو بذارید. اینا خیلی به رشد کانال ما کمک. امروز میخوایم ببینیم که این داستان آرمیتا چی هست، چه اتفاقی افتاده و بعد بیایم نظرهای شما رو بررسی بکنیم. کانال یه خلاصه‌ای از ایران اینترنشنال از این برنامه تیتر اول 4 دقیقه با هم گوش میکنیم، ولی فکر کنم این ویدیو خوبی است فعلا برای خلاصه داستان که کسایی که آپدیت نیستن یه مقدار آپدیت بشن، بعد دربارش صحبت میکنیم. بذارین اینو پخش بکنم. یک شنبه 9 مهر یکی از روزنامه نگاران خارج از ایران از حادثه شبیه به کما رفتن مهسا امینی این بار در متروی تهران خبر داد. فرزاد سیفی‌کاران نوشت مطلع شده ماموران مترو دختری رو به دلیل نداشتن مقنعه هل دادن و او بیهوش شد و تحت تدابیر امنیتی بستریه. دوشنبه 10 مهر مدیر عامل مترو در مصاحبه‌ای بیهوش شدن دختری در مترو رو تایید کرد اما گفت برخوردی انجام نشده. خبرگزاری دولتی ایرنا هم تصاویری منتشر کرد. در تصاویر پخش شده از دوربین های مداربسته ساعت و تاریخ ضبط وجود نداره. تا این لحظه تصویری از ورود دختران به ایستگاه و همینطور تصاویر درون واگن منتشر نشده. این در حالیه که واگن های مترو و همینطور خود ایستگاه مجهز به دوربین مداربسته هستند. یک شنبه 9 مهر 1402 خانومی دانش آموز 16 ساله وارد ایستگاه شهدا در خط 4 میشن. لحظه ورود این خانم طبق الان بچه کسایی که دارن گوش میکنن یه چیزی رو که نمیبینی ویدیو کات میشه اینجا، یعنی کاملا مشخصه که کاملا ویدیو کامل رو کسی پخش نکرده. حالا نمیدونم آیا کسی دیده ویدیو کاملش یا فقط کات شده هاش وجود داره روی اینترنت. حالا فیلمایی که بازبینی شده ایشون تعادلش رو احتمالاً به علت افت فشار از دست میده و زمین میخوره. به گفته مدیر مترو دختر دبیرستانی که حالا اسمش منتشر شده ساعت 7 صبح در خط 4 مترو میدان شهدا وارد قطار شده. حالا ما میدونیم او به بیمارستان فجر وابسته به ارتش منتقل شده که در فاصله چند دقیقه‌ای با ایستگاه مترو میدان شهدا قرار داره. دوشنبه بعد از ظهر خبرنگار شرق که به بیمارستان رفته بود بازداشت میشه. فضای اطراف بیمارستان کاملا امنیتی بوده و البته هنوز هم هست. چند ساعت بعد او رو آزاد می کنند. سه شنبه 11 مهر بعضی رسانه ها هویت این دختر رو تایید می کنند و بعدتر عکس هایی از او منتشر میشه. نام او آرمیتا گراونده. آرمیتا گراوند 16 سال است. در دبیرستان اورولوسخا در خیابان ولیعصر تهران تحصیل می کنه که 20 دقیقه با ایستگاه مترو میدان شهدا فاصله داره. پدر آرمیتا بهمن اهل روستای معروف به گراوندها در کوهدشت لرستانه. مادرش اهل کرمانشاه اما خانواده مدت هاست که در تهران زندگی میکنن. منابع حقوق بشری و برخی رسانه ها گزارش دادن که او با علائم ضربه به سر و ضرب و جرح به بیمارستان منتقل شده. دیروز ایرنا بدون ذکر نام با یک زن و یک مرد که گفته شد پدر و مادر آرمیتان مصاحبه ای انجام داد. در این مصاحبه مستقیما چیزی تکذیب نشد. برای اطلاعات رسیده به جز خانواده همچنین دو دوست همراه آرمیتا گراوند در مترو تحت فشار برای سکوت در خصوص علت اصلی آسیب به آرمیتا و تکرار روایت حکومت مقابل دوربین. حالا اونجا که رفته بودن دخترم فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم چی میکنه، حالا گفتن فشارش افتاده. خب فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد لبه سرش به لبه مترو خورده. من تصاویر مترو رو دیدم، اون چیزی که مردم میگن فکر نکنم باشه. خب من خودم قشنگ تصاویر رو دیدم که واسم چجوری افتاده، چجوری بچه آوردن. پیگیر این قضیه بودم، فیلم مترو رو دیدم. تصاویری دیدم، یعنی یه تصاویری که برای ما پخش نشده، یعنی اینا یه تصاویری رو نشونشون دادن که مثلا به طور عموم برای بقیه نیست. این من نمیدونم چیه، کدوم تصاویری میگی؟ چیزی خاصی نبود که بخوام مثلا تاشی یه چیزی درست کنم. اون چه الان میدونیم اینه که او در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر در کماست. داخل و بیرون این بیمارستان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره و ابهام‌ها در مورد اینکه چرا آرمیتا گراوند به کما رفته هر لحظه بیشتر میشه.
آدریان چون وقت میدونم محدوده، میخوای تو اول نظراتتو بگو بعد به بچه‌ها ببینم واکنششون نسبت به نظراتو چیه. اینجوری که اپوزیسیون جمهوری اسلامی میگه که آقا جمهوری اسلامی یه دختر دیگه ای رو کشت، من نمیتونم اینو قبول بکنم. من نمیخوام بگم که جمهوری اسلامی این کارو کرده یا نکرده، ولی اصل بر براءت، مگر اینکه یه جرمی خلافی ثابت بشه. تا ثابت نشده آدما یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بی‌گناهن. فیلمایی هم که اینجا هست نشوندن این نیست. منم تازه اینم که دارم میگم دمه در، شاید یکی بهش گیر داده جر و بحثی هم شده باشه باعث سردرد تو مخرفتن این بند خدا شدن هم محتمل در نظر میگیرم، ولی بازم اینم در این چیزی که اتفاقشون زیاد میفته میشه حدست که آقا این بوده. ولی این نشوننده که حالا اینو زدنش سرش ضربه خورده و رسار اون کتک کاریه افتاده، این ثابت کننده نیست. ولی اپوزیسیون متاسفانه سالگرد مثلا امینی گذشت و مردم به حرف اپوزیسیون خیلی توجهی نکردن، حالا ترس داشتن هر چیزی، دنبال سوژه جدید میگرده. قطعا جمهوری اسلامی وقتی کارهایی میکنه که آدمای بیگناهی کشته بشن و اگه هر وقت اتفاق افتاد مردم باید واکنش نشون بدن، اکتیویست ها واکنش نشون بدن. ولی حالا هر کسی که فوت میکنه این روزها و دست بر قضا مخالف حجاب اجباری هست، ما بخوایم فوت این بنده خدا رو نسخه بکنیم واسه جمهوری اسلامی از شدت این که بخاطر اینکه جمهوری اسلامی خوشمون نمیاد این کار و این کاری که حالا اپوزیسیون داره میکنه، چون به هر حال بعد داغ میگرده دیگه خودش رو که بتونه فاند بگیره یا هزار کار دیگه. این نظر من بود، حالا بازم نظر دوستانو گوش. البته فوت نکردن ایشون تا اونجا که ما میدونیم هنوز کما هستن. بگو نزی تو بگو. اتفاقای ضد و نقیض افتاد توی این قضیه آرمیتا که من که احتمال خیلی 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 بالا میدم که این اتفاقو حجابانای جمهوری اسلامی این کار کرده باشن. چند تا دلیل دارم براش. به همون اپوزیسیونی که الان آدریان گفت، نمیان اون فیلم‌ها رو بزنن تو دهن اپوزیسیون، همه رو خفه کنن بگن نه دروغه، این خودش افتاد، فشارش افتاد و فلان شد و رفت بیمارستان. چرا باید اون همه گارد امنیتی دور بیمارستان جمع شده باشه؟ خبرنگار و بیان بگیرنش زندانیش کنن. اینا دیگه خودشون اومدن اینا رو تایید کردن. اینا همش نشون میده که یه اتفاقی افتاده و اینا دارن یک تلاش میکنن که اینا قایم کنن اینا رو. یه سناریوی نخنماه. اینا رو آدیان اصلا هیچ کدومشون رو نمیتونی بگی که اصلا اتفاق نیفتاده یا مثلا اون فیلم کات نشده. فیلم کات شده، دوربین چند تا دوربین دیگه اونجا هست فیلماشو نشون نمیدن. این اتفاق افتاده و من خودم که دیگه شک هم داره تقریبا به یقین تبدیل میشه که جمهوری اسلامی این کارو کرده. حالا بازم صحبت میکنم. نوید بفهمید. خودم شخصا میگم من این موضوع رو نمیتونم نسبت بهش پیگیری داشته باشم، حالا به دلایل شخصی. خب میتونن خبری هست، این نیستش که این آدم توی قطار ضربه خورد. خبری که هست اینه که این آدم بیرون قطار یه جایی توی مترو درگیر میشه با اینو و اینو هولش میدن و سرش یه جا میخوره. من اینو میپذیرم که ممکنه یک پیش زمینه ای هم داشته و این خوردن سر به جایی عامل تشدید کننده بوده باشه، نه عامل است. ولی بازم تفاوتی تو ماجرا نمیکنه، چون یک محیط عمومیه، احتمال مرگ تصادفی توش زیاده. اینه. ولی موضوع اصلی اینه که جمهوری اسلامی با کارهایی که در گذشته کرده و با رفتارهایی که داره توی خیابون الان میکنه و با اتفاقی که سر مهسا افتاد، باور عمومی اینه که اگر اتفاقی بیفته اولین گزینه اینه که کار جمهوری اسلامی. اوکی، این باور عمومیه. ولی بعد شواهدو که میذاریم کنار، میبینیم در بعضی از این موارد مثل فشاری که به مادرش آوردن، مثل اینکه نمیذارن مادرش ملاقات بکنه. اصلا خیلی جالبه این امنیتی شدن بیمارستان، این اصلا قبل از اینکه بخواد این خبر پخش بشه. اوکی، الان شما در مورد مهسا میتونی بگی شواهد نیست، نمیدونم هنوز چی مشخص نشده. خب حتما یه اتفاقاتی افتاده که بد است و به ضرر جمهوری اسلامی این خبر. مرزم تمام. اوکی مرداک شما کوتاه بفرمایید بعد بریم سراغ واکنش آدریان به این ذره. بفرمایید. ببینین ما دو حالت داره اینجا، یا میخوایم از اول حکممون رو صادر کردیم برای جمهوری اسلامی، میخوایم محکومش کنیم، حالا هر کی هر چی بگه نه جمهوری اسلامی محکومه، یا نه میخوایم واقعا بشینیم اینجا قضاوت کنیم ببینیم حق با کیه. حالا ادامه بدین شما تا بقیه‌اش. آدریان شما میخواید واکنش نشون بدید به این صحبتایی که فعلا شده؟ بله، من چند تا نکته بگم. من اینجا نمیدونم بگم که جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه یا میکنه چه. و میگه که آقا محتمل ترین نظریه رو بپذیری منطقیه. این که ما توی گشت ارشاد با باتون زده باشن به تو سر مرحوم مهسا امینی چیز محتملیه، بارها دیدیم. این که اونجا حجاب‌بانی درگیر شده باشه، تذکر داده باشه، محتمله. بخواد این بنده خدا بیفته و بره تو کما، اگه همچین چیزی باشه
دم در این اتفاق افتاده باشه، پس این خانم وقتی که اونجا داره گیت راحت میشه صحیح و سالمه. اونجا که میاد تو ایسکا میشینه، علاوه بر آدمی که سرش ضربه خورده که 5 دقیقه بعدش اون میره تو کما، خیلی تو سرش شده، اینا نیست. من نمیدونم تازه این اتفاق نیفتاده، من درباره همینا میگم نمیدونم 55 شاید شده باشه شاید نشده باشه، ولی دوستان دارن تصمیم گرفتن اونجا بدن دیگه. ما منابع کافی فعلا نداریم و بله این رفتار پدر مادری که تعجب صحبت میکنه خیلی، ولی دوستان بای دیفالت محکوم کردن جمهوری اسلامی که خیلی وقت هم اشتباهاتی کرده، از این کار هم بازم اتفاق خواهد افتاد، ولی در این مورد قابل اثبات نیست فعلا. یه سوپر چت بذاریم من از نسرین بخونم. ممنون از نسرین جان از این حمایت. جمهوری اسلامی اگر ریگی به کفشش نیست میتونه ویدیو کامل پخش بکنه. شما هم نمیتونی به من بگی ویدیو کامل نداری. خب خیلی ساده است. اونا ادعا میکنه اتفاقی نیفتاده، همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. خب باشه ویدیو کاملشو پخش کن. اوکی. نه اصلا اینم نیست، قتل هم نیست. یه داستانی هست که ویدیو کامل پخش میشه دیگه. آخه ویدیو رو بس چی باید با حرف شما بیام پخش بکنم؟ آقا نبید با حرف من، نه با حرف من یه دوربین پخش بکنم، هر مجموعه یه دوربین داره دنباله یه دوربین. بچته بعد اینه، بعد یه ویدیو از مثلا مادر این آدم میبینی، این ویدیو عادی نیست از نظر انا، عادی نیست جمله ها تته بتا، یه ویدیو بعدش از مادر این آدم به مثلا داره کسی دیگه بغلش فرستاده میگه فیلم ها رو همه رو خانواده دیدن، مادرش نه برای ندید، مخالفت میکنه با اون آدمی که مثلا فامیلش بونه. خب اون ویدیو رو هم اگه خواستیم هم براتون پیدا میکنم میذارم. خب بعدش یعنی هم یعنی خیلی جالبه، ما بارها دیدیم جمهوری اسلامی برای قایم کردن افتضاحاتش تر میزنه، همه این ترها همین شکلیه، ترایی که میزنه مثلا سر قضیه هواپیما، سر قضیه مهسا، سر قضایایی که قراره یه چیزی رو قایم میکنه تر میزنه. خب معمولا هم چیزایی که خیلی مشهود و خیلی تابلوه تر میزنه، نمیتونه قایم بکنه. اوکی اینجا همین اتفاقه داره شبیهش میفته. من معامله یه آدم از بیرون، خب مگه دیوونه هم بگم خب این شبیه اون قبلی رو نیست، این یکی دیگه فرق میکنه حتما. چرا به حرف من نه، جمهوری اسلامی میگه چرا به حرف تو، به حرف من نیست، اولا به حرف یه جامعه، یه جامعه متحد. اگر واقعا اگر شما حکومت شری مثل جمهوری اسلامی باشید و نخواهید قائله‌ای در خیابان پیدا بشود و نمیخواهید قضیه جنجالی بشود، اگر اتفاقی نیفتاده باشه باید بیعقل باشید این ویدیو رو پخش نکنید کامل، یعنی باید دیتیل این ویدیو رو از اول تا آخر پخش بکنید. قائله همین فردا خست همه چی تمام میشه اگه این ویدیو کامل باشه. خب تو میگی چرا باید این کارو بکنه؟ بخاطر اینکه قائله پیش نیاد، بخاطر خودش، بخاطر اینکه حفظ بشه. اگه نمیکنه، من به عنوان عاقل، خب من نه. هر آدم عاقلی، من عاقل نیستم، خدا من دارم، هر آدم عاقلی این نتیجه میرسی که خودش یه خبری بده. اوکی مردک شما میخواستی یه نکته بگید بفرمایی. آقا نوید ویدیو کامل منظور چی؟ ویدیو کامل کجا رو پخش کنه؟ ویدیو یه دونه دوربین نیست و شما این کات شده؟ بله از هر ورودی، هر منطقه، هر پیچش یه دونه ویدیو، یه دونه دوربین است. بله بله این قابلیت کوتاه جملتو بپرس، سوالتو بپرس. آقا کوتاه دارم میگم ببین از در ورودی نزدیک شاید 7 تا 8 تا دوربین است، اینا با هم دیگه باید جمع بشه یه دونه فیلم، هر کدومم جداگونه میشه، یه کات انگار خورده، یه دوربین دنبال این دختره نیافتاده که بره از اول تا آخرش فیلمو کامل نشون بده. شما داره یه چیزی میگی انگار مثلا بعد این پدر مادرش، این پدر مادرش یا آدم شهرستانی که تا حالا دوربین رو بروش ندیده، تا حالا اصلا حرف نزده جلوی دوربین. بذار بگم تا جلوی، تا وقتی این آدم میفته، این آدم از جلوی 15 تا دوربین رد میشه. اوکی بله، من حالا بر اساس یه اطلاعاتی که دارم، خب به صورت دقیق به شما میگم تمام دوربین های جاهای این شکلی امنیتی هم دیگه رو کاور میکنه، یعنی وقتی یه نفر از این دوربین داره رد میشه، تموم داره میشه این ویدیو، دوربین دیگری هست که مثلا 10 متر این دوربین رو کاور میکنه. اوکی یعنی میشه اون رو نشون داد، بعد بریم اون یکی رو نشون بدیم بگیم ببینید این حرکت رو، این مال 10 متر قبلی همونه، بعد اونو نشون بدیم، بعد بریم بعدی رو نشون بدیم که نه یکی دوتا ها، حتما یه دوربین و سه تا دوربین کاور میکنه حتما. خب این حتمیه، اینی که دارم بهتون میگم قطعیه. میشه این ویدیو رو به صورت کامل نشون داد لحظه به لحظه این آدم از در مترو که وارد شد تا موقعی که افتاده زمین. این اتفاق ممکن است، آدم ها ممکن است، بلکه حتما هست فیلماش.
آخه آقا فکر میکنید تو راه داره میاد بدنش، پله ها رو که ورودی درو نشون داده، پله ها رو میاد پایین نشون داده، سوار مترو شده نشون داده، چیو دیگه میخواین شما پیدا کنی؟ ما رو چی میگردین این وسط؟ تو راه که داشی همونجوری میمده از پشت زدنش. آقا یه چیزی بگین که حتی اگه 20 دقیقه هم طول بکشه جمهوری اسلامی احمق 20 دقیقه رو داشته باشه، داره یعنی 20 دقیقه حتما داره، 20 دقیقه رو داره. اون بچه اجازه بدید، من فقط میخواستم بپرسم، این فیلم توی واگن کجاست؟ اون هر باید فیلم برداری شده باشه دیگه، از توی کوپه قطار یه دوربینی باید اونجا نصب شده باشه دیگه. بعد تو کوپه هم دوربین هست که اینا باز اونم پخش شده. بعد دوربین هست که من داخل دوربین نشون ندادم. 3 ثانیه کلا تو ویژن هست که برگشت میشون. آقا شما بیشتر از 2 دقیقه 3 دقیقه فیلم از حضور این خانم تو مترو مگه دیدی؟ 3 ثانیه ببینید فیلمو نگاه کن آرمین. ورودش داخل مترو تا بیرون کشیدنش شده 3 ثانیه. دقیقاً 3 ثانیه. کات شده. اصلا اهمیت نداره. چرا تو شما موقع کاتت کنی؟ هیچ کاتم نشده. ورودش تا خروجش 3 ثانیه شده. باشه 3 ثانیه شده. من میگم مگه نمیگید اینه. فیلمش رو کامل میشتونه بوندا. کابین نداشته. کابین زمان معمولا دوربین نداره. کابین خانوما، قطار خانوما معمولا دوربین نداره. آقا کابینو بل کن. فیلم ورود نشون تا اون لحظه که میخوره زمین میشه کامل نشونش داد. آقا چی میگی؟ فیلم میگی چی میگی؟ کابین خانم ما دوربین نداره، مگه همچین چیزی امکان داره؟ شما تو کابین خانم اگه نشته راجب این فیلم بگم اگه میشه ببین پوینت نوید درسته، تصویر آدم توی 2 یا 3 دوربین حداقل باید باشه، یعنی این پروتکل چیدمان دوربین هست، همیشه هر جای دنیا که بخوان چیز کنه هست. مثلا در یه بخش از این فیلمی که من گذاشتم لحظه ورود و دوربین داخل اون بقالی سوپرمارکتی که داخل مترو هست و این خانم وارد میشه ازش خرید میکنه هست، دقیقا به همین فرمی که نوید میگه، یعنی کات خورده ولی به این کات نمیشه ایراد گرفت، چون داره نشون میده میاد تو از اون ور دوربین مغازه نشون میده که این اومد تو رفت در یخچال مثلا یاب میوه برداشت. ولی حالا من درست در لحظه ورود به ورودی اصلی نشون میده این خانم وارد شده، از اون ور یه دوربین دیگه که روبروی پله برقی هست داره میگیره، هرچند که این در اینجا میشه بعد زمان دوربینا رو وقت نگاه کرد که فاصله نیفتاده باشه، یعنی میشه وقت زمان دوربین هم مهمه، خود این زمان رو باز دوباره ممکنه انقلت بیاریم، یعنی همونجوری که نوید میگه هر فیلمی هر قدمی که این خانم برداشته توی 2 یا 3 دوربین هست ممکنه بعدا انقلت بیاریم که آقا وسط این دوتا دعوای اتفاق افتاده و پاک شده، هر روز زمان میشه فهمید، زمان هم میشه گفتش که حالا توی فیلم ادیتش کردن، نه یه حرکت یه دوتا خوش مستی این اصلا مهم نیست، ولی حرکات برحال این خانم از مترو از در اصلی که وارد میشه بعد وارد پله برقی میشه، حالا اگه این وسط اتفاق نیفتاده باشه که تو نیفتاده به نظر من تا روی پله برقی اول سال دوربین نه نازم داره راه میره، بعدش میاد راه میره میره تو فروش توی سوپرمارکت صحیح و سالمه، شبیه آدمی که درگیری فیزیکی داشته نیست، آب میوهشو میخره، قدم میزنه، میره به گیت میرسه، به گیت تیکت زدن میرسه و اینا رو نشون میده این فیلم دومی که من گذاشتم و بعدش هم نشسته. بعد سوال دیگه اینه که یه نفر حجابانی اومده گیر داده زد خوردی شده ضربه خورده، خب این همه آدم که فیلم میگیرن چه میدونم پیروزا یه فیلم اومده بود چند وقت پیش خانم بی حجاب بود فیلم میگرفت، یه خانم محجبه بهش تذکر میداد، مردم همش اونم شروع کرد به فوش و سب و نوی کردن و به کل مقدسات و فیلمش بود، مردم دیگه همش فیلم میگرفتن، حالا یه سری بر علیه اون خانم بودن یه سری طرفدارش بود. من میگم چجوری شده که هفت مترو با اون شلوغی این خانم محیطبان اومده زدتش جوری که 5 دقیقه بعدش افتاده و توش نفته، یه نفر آدم نبوده اونجا یه فیلم بگیره که ثابت بکنه حرف شما رو. کماکان هنوز جواب بندر ندید. به انصاف قبول داشتم چون برنامهاش تو یوتیوب میدیدم، ولی اینجا دیدم نه اصلا متاسفانه انصاف ندارن. شما هر چی میگی درست، ولی از بغض علی نپرین تو بغل معاویه. مسئله اینه شما با مخالفت هر چقدر با اینا اینا بد اینا ظالم اینا خونخوار نپرین بغل معاویه عزیز من، این حرف من.
کماکان هنوز جواب بنده ندادید. قطعاً جمهوری اسلامی فیلم کامل این موضوع که به زمانم اصلا ربطی نداره، فقط کافیه حرکت‌ها رو ببینید. یعنی شما راه رفتن این آدمو تو موقعیت می‌بینید، راه رفتن این آدمو از 10 ثانیه قبلش با تو موقعیت دیگری می‌بینید با دوربین دیگر. این رو می‌شود نشان داد. من که گفتم شاید اتفاقی افتاده باشه 50-50. 50-50 تو مال من 20-80. در نهایت فرقی نمی‌کنه. خب ممکنه اتفاقی برای این خانم افتاده باشه رو حساب اون 20% مثلا. نبی تو این درخواست رو میدی، من تا اینجا موافقم با تو که جمهوری اسلامی گنده رو میزنه. حالا جمهوری اسلامی عهد داد این فیلم رو منتشر بکنه، میشینه در مقام مظلوم که آقا ما کنید ما کاری نکرده رو چجوری به هم چسبونه. قبلا هم اینطوری بوده. بعد از اون از این نقاضی ها باید بترسید. من که از این حرفی از این نمیترسم. روزی هم که جمهوری اسلامی فیلمو پخش بکنه میام میگم 20% احتمال دادم که این اتفاق نیفتاده باشه، اینم 20% محتمل. چرا باید بترسم؟ چیز کوچیک بگم ببین این دختر خانم این مسیر هر روز مدرسه‌اش بوده، هر روز از اونجا رد شده میرفته مدرسه با یه لباس مشخص، با یه کیف مشخص. من وقتی که همچین اتفاقای ضد و نقیضی پیش میاد، نه من، خیلیای دیگه به این فکر میکنن که شاید این فیلمایی که الان پخش شده مال یه روز دیگه ای بوده اومدن اینا رو برداشتن نشون دادن. ببین همه چیز محتمله، همه چیز. اینقدر این قضیه ضد و نقیضه که آدم فکرش همه جا میره. هر کاری از جمهوری اسلامی برمیاد مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مرسی. مرسی بهراد جان، شما بفرمایید. عرض ادب. اینجا بحث قضاوت افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی نسبت به یک امری پرسش داره. شما برای چی، برای یک مرگ طبیعی، بازداشت پدر مادر طرف چیه؟ این سوالا کاملا طبیعیه. فقط برای این دختره جوان بدون حجابه. برای روسری به سر تا حالا ندیدیم که یک نفر فشارش افت کنه بیفته زمین کلش بخوره به گوشه ای و هیچ مدرکی هم نیست. دقیقاً نظرم همین. آریان جان که بعدم بریم سراغ بقیه. از اون 20% بترسی صد مدل میشه برداشت کرد. همون اول بحث استقرار رو مطرح کردن که آقا میخواید بیاید استقرار بکنید تایتش تو جمهوری اسلامی، حالا 100 نفر اینجوری کشته، اعتراف اجباری گرفته، اینم همینه. خب اگر شما موضعتون 100% اینه، الان ویدیویی که نوید گفترم جمهوری اسلامی بسازه که دیگه میاد بگه نه این هوش مصنوعیه، این زمانش دستکاریه. این فیلمه که اینجا دختره در راه میره فیلم دیروزه. رو پوش مدرسه هر روز یه رنگ دیگه متن. این فیلم ماره دیروز مثلا جمهوری اسلامی نمیتونه ثابت بکنه در برابر شماهایی که تصمیمتون گرفتید برای آقا گردن جمهوری اسلامی کار خودش. بعدش شاید به پدر مادرش این فیلم رو نشون داده باشه. مرسی علی. آره بگو مایکل تو نکته ای که من میخواستم بگم در مورد فیلمیه که در مورد بانوی ایران خانم گوهر عشقی صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی اومد درست کرد، یه بازو خبرنگارم اومدن اونجا، به نظر من میخواستم ماله بکشم ولی بدتر شد. اونم در نظر بگیرید اگه بخوام فیلم کامل نشون بدن چجوری میشه. اوکی من چند تا کامنت از روی یوتیوب بخونم. بارده میگه درود به آقای بهراد توکلی، ممنون که دعوت کردید آرمین جان. بعد آرچر داره میگه نوید دمت گرم، به نظرم معنی اپوزیسیون اینه که هر خبری علیه جمهوری اسلامی رو باور کنید بدون نیاز به سند. اگه غیر این هستین یعنی شما طرف جمهوری اسلامی هستید. پروانه میگه که متاسفانه تو ایران هر جور تیغ اوکام بزنی محتمل ترین سناریو جمهوری اسلامیه، یعنی منظورشون که مسئول جمهوری اسلامیه. رضا ممنون از شما، از حمایت رضا تشکر میکنم. شما به من این توضیح بده که چه تفاوتی میکنه که یک نفری در بیرون باشه و یک نفری در درون باشه. تو مبارز اون یکی هم با لاتاری گرین کارت برنده شده رفته امریکا. سر یک موضوعی میان با هم بحث منطقی میکنن، اگر نمیتونی کلمات رو درست کنار هم بشی و نتیجه گیری منطقی ازش بکنی، منطق تو اشکال داره. این که نوید کلمات رو درست به کار میبره، خوب به کار میبره، قدرت استدلالش نه ضعفش. خب اصلا ما ابزارمون کلمه است. این رو من خواستم جواب بدم. بس سلام. آقا آرمین خان سوال پرسیدن از من. تو لطفاً که بخوایم به بقیه بگیم. ببینید فرق مبارزه داخل ایران با خارج ایران که اینه که اینجا اونی که داخل ایران مبارزه میکنه فرار نمیکنه بره، سینه‌اش جلوی گلوله است، نمیترزه. اونی که فرار کرده رفته از ترسش رفت. اونجا بچهای مردو بکشتن میدن. این یک. بعد آقای بهراد خان شما متاسفانه میگم با کسی میخوای بشناسیش برو مسافرت، اینه کسایی مثل شماها باید اونجوری حرف بزنید تا دقیقاً شناخته بشی. نشستی یه طرفه پشتت بوشیتون حرف میزنی، حرفای خوب میزنین. من کسایی مثل من فکر میکنن نه شما واقعا مبارزین. الان فهمیدم جفت پوچین، شما هیچی نیستین، فقط حرفین، به عمل که میرسه هیچی. تو با کدوم دوربین کجا دستگیر شدی مبارز؟ اینو قرار بود جواب بدی. خب گفتم از سوال دوم اینه که چه فرقی میکنه اگه من بیرونم یا داخلم در استدلال. آرمین جان من شب بخیر میگم، تو اونجا نمیدونم شب روزه ولی اینجا شبه. من پای گوش میکنم یه لحظه آرمین، من میتونم تا آقای توکل نفتی یه نکته رو بگم خیلی کوتاه.
بگو تر اینکه حالا من فرض گرفتم که مثلا ایشون با بچه‌ای که در ایران در ارتباطن اینو بهشون نگفتن، فقط میگم که بعدها حالا باعث نشه خلأ این دونستن مشکل ایجاد کنه، اینکه واگن‌های جدید مترو که اضافه شده روی سقفشون دوربین هست، یعنی حتی اگرم یکی بخواد بررسی کنه ببینه که تو حتی واگن زن هم دوربین بوده یا نه، لازم نیست حتما وارد بشه، از کنارم مشخصه. چیزی که اخبارها دارن میگن و خیلی هم روش تاکید داشتن این بوده که این واگنی سوارش بوده آرمیتا گراون جز اون واگنایی بوده که دوربین توی اتاق که مترو از همین دوربینای آشکار بوده و الان همین فشارها روی اینه که آقا چرا فیلم این منتشر نمیشه. من خواستم حالا اینو برهاد خان بدونن، شاید بعدها بتونن از همینم استفاده کنن به کارشون بیاد. خیلی ممنون. ممنون برهاد. بگو نوید. من یه نکته بگم، من این فیلم رو که آدیانگو استورین 6 دقیقه که میگم پیوسته است رفتم الان دیدم، تو همین یه 2 دقیقه و یه 6 دقیقه نیستش. چه بهونه‌ای آخه میشه داشت که اینا رو پخش نکنن؟ یعنی خیلی عجیب غریبه. خب یعنی مشخصه که یعنی به احتمال بسیار زیادی اتفاقی افتاده، اگه نیفتاده خب چرا ندن همه رو؟ یعنی اگه شما میخواستید مالکشی کنی برای جمهوری اسلامی، چه توجیهی میتونی داشته باشی که همه این فیلم رو پخش نکرده؟ نمیشه، رای نیست. حالا نمیدونم، این خیلی احمقانه که جمهوری اسلامی عمدن این فیلمو پخش نکنه. یعنی مثلا داشته باشه، هیچ مشکلی هم تو فیلمه نباشه، بعد پخش نکنه. خیلی باید احمق باشه. یاس شما بفرمایید. بله طبیعتاً نمیشه انتظار داشت حالا که جمهوری اسلامی اگر یه چیزی بر ضدش باشه، برخلاف منافعش باشه، بخواد اون رو منتشر کنه، کمان که در جریان مهسا هم بالاخره اتفاقایی که افتاد منتشر نشد، در صورت یه جور خب گاردین اومده این رو منتشر کرده و استناد کرده به یه سری شاهدای عینی. موضوع بیشتر من ذهنم از یه طرف دیگه درگیر هست، این مردم عادی دوربین دارن و تونستن فیلم بگیرن، که آیا حالا تونستن موفق شدن فیلم بگیرن یا جرأتشو داشتن حالا جلوی بالاخره مامورا دوربین در بیارن و فیلم بگیرن و دوربینشون گرفته نشه یا مورد حمله قرار نگیرن یا بازداشت نشن. بعد از اینکه حالا اگر کسی موفق به فیلم گرفتن شده باشه، جرأت این که حالا این رو بیاد منتشر کنه و ارسال کنه داشته. و به نظر من بازم احتمال این که چون محیط یه مقدار شلوغ بوده، احتمال این که حالا فیلم منتشر بشه، دوست داشتم که این اتفاق بیفته. می‌خواستم نظر دوستان رو بدونم. احتمال داره این اتفاق بیفته ها، احتمال داره این فیلم باشه و اون آدما یا حالا تحت نظرن یا میترسن فیلمو پخش بکنن یا دوربینا رو جمع کردن، نمیدونم. حالا هر خب احتمال داره فیلمی چه پخش بشه و احتمال داره اصلا یه فیلمی بیاد که پخش بشه از کل داستان. بذارین من اگه بذارین قبل از اینکه بقیه صحبت بکنم، من یه مقدار جوری که سعی میکنم منظم به این چیزا فکر کنم، من همیشه تو برنامه‌مو میگم بیاین سعی بکنیم منظم به این چیزا فکر بکنیم، همه داده ها رو کنار هم بذاریم. نتیجه تو برنامه های دیگه هم که وقتی که میایم از نحوه استدلال و تفکر نقادانه صحبت میکنیم، کاربردش برای یک همچین موقع هایه. الان چیزی که من به نظرم میرسه که ما همیشه تو برنامه‌مون سعی میکنیم که بقیه یاد بدیم، اینجا هم یه همین مشکلش هم دقیقاً اینجا میبینیم، نحوه درست فکر کردن به این موضوع، اینه که یه مشکلی که داریم اینه که مردم فرق بین موجه بودن یک باور و موجه بودن یک باور رو با درست بودن یک باور رو نمیفهمن و نداشتن آشنایی با فرق بین این دوتا خیلی جاها باعث میشه که ما نتیجه گیرامون غلط در بیاد و هم خیلی دنبال اثبات یک موضوع هستن، در صورتی که شما چیزی رو الان نمیتونید اثبات بکنید، شما فقط در حد موجه کردن یک باور. یعنی دقیقا میشه فرق بین منطق استقرایی و منطق قیاسی، یعنی فرق بین inductive reasoning و deductive reasoning. شما اینجا دنبال اثبات لازم نیست بگردید، شما ممکنه یک باور موجه باشه ولی درست نباشه، ممکنه یک باوری درست باشه ولی موجه نباشه. من الان اگه به شما اینو به شما توضیح بدم، من الان اگه به شما بگم من تو اتاق خوابم همین الان یه بچه فیل دارم تو اتاق خوابم، الان شما موجه نیست که اینو باور بکنید، موجه نیست که این حرف من الان شما باور بکنید. حتی اگه واقعا الان بریم نگاه بکنیم ببینیم واقعا یه بچه فیل تو اتاق خواب من هست، آیا شما اشتباه کردید وقتی که داشتید میگفتید نه من باور نمی کنم که آرمین تو اتاق خوابت یه فیله؟ اگه رفتیم دیدیم که نه واقعا بود، یعنی شما نتیجه گیری اشتباهی کردید؟ نه، نتیجه گیری شما درست بود، باور شما موجه بود.
حالا اطلاعات جدیدی اگه اومد و بر اساس اطلاعات جدید باور شما عوض شد، به این معنی نیست که باور قبلی شما غلطه. هم باور قبلی شما درست بود، هم باور جدید شما درسته بر اساس اطلاعاتی که دارید. ما توی منطق قیاسی یا دیداکشن ریزنینگ هست که میریم دنبال اثبات کردن. ما وقتی که استقرا میکنیم، مثلا تو علوم اجتماعی کلا ما همیشه استقرا میکنیم، تو علوم تجربی و تو علوم اجتماعی ما استقرا میکنیم، چیز رو اثبات نمیکنیم. ریاضی که نیست که. الان شما باید داده ها رو کنار هم بذارید، تیغ و کام بزنید، ببینید احتمال چه چیزی بیشتره. وقتی احتمال یه چیزی زیادتره میتونید بگید من این رو باور میکنم. اگه فردا اون یه کسی اومد یه داده های آورد که نشون داد که باور شما غلط بود، لازم نیست احساس بکنید که نه پس من اشتباه کردم. نه، اشتباه نکردید، بر اساس احتمالات باور شما در اون زمان موجه بود. حالا داده های ما چیه؟ یه چیز دیگه هم که ما درست تفکیک نمیکنیم، فرق بین استانداردها توی دادگاه و استانداردها خارج از دادگاه. ما وقتی داریم میایم میگیم innocent until proven guilty، این فارسی چی میشه؟ بیگناه یه کسی تا وقتی که خلافش ثابت بشه، این استاندارد درستی توی منطق نیست. این فقط برای ما به این نتیجه رسیدیم که توی قانون، توی دادگاه، توی امور قضایی این روش کاربرد داره. وقتی که میخوای برای یه کسی حکم صادر بکنی که مثلا طرف زندان بشه چه میدونم یا نشه، اونجا این استاندارد کاربرد داره، بقیه جاها این کاربرد نداره. شما خارج از دادگاه میتونی باور بکنی که یه کسی گناهکاره، نه بر اساس سندهایی که اینو به نزدیک به یقین میکنه. یعنی شما دادگاه، شما وقتی میخوای یه کسی رو محکوم بکنی، شاید مثلا احتمالات باید نزدیک به 90% 95% بشه که بتونی یه کسی رو بگی مجرمه یا گناهکاره. ولی تو خارج از دادگاه ما میتونیم 80% برسیم، به 70% 60% هم برسیم و نتیجه بگیریم که طرف گناهکاره. ما که الان نظر ما که قرار نیست برای کسی حکم صادر بکنه. بله، استاندارد دادگاه خیلی سطحش بالاتر از استاندارد خارج از دادگاه عامه. حالا داده ها چیه؟ مثلا وسط حرفت یه مثال راجع به این موضوع بزنم. مثل میمونه که یک آدم خلافکار که همه معروفه به خلافکار بودن، در همسایگی شما زندگی بکنه، خب، و شما اصلتون برای برخورد با این آدم بر براءت باشه، بگید من چند نمیدونم که این خلاف کرده یا نکرده. موقعی که دارید ازش کنارش رد میشید، موقعی که بچه‌تون رو میخواهید بفرستید بره سر کوچه، موقعی که این احمقانه است که شما فرض بکنید که نه اصل بر براءت دیگه، ما اینجا دیگه بچه من که تا بلایی سرش نیاره که من کاری ندارم که این بالا خلافکاره که هست، حالا معلوم نیست که اینجا هم جور مرتکب بشه یا نشه، یا اون، یا اصلا یه اتفاقی بیفته، مثلا یه چیزی شما بشنوید، مثلا یه دزدی بشنوید و یک دزدی تو محلتون معروفه به دزدی، این احمقانه است که شما فرضتون باشه نه احتمالاً اون آدم نیست، اصل بر براءت ما که نمیتونیم بگیم، و شما ظن و شک موجهتون اینه که اون آدم است دیگه. دقیقاً. حالا داده ها چیه اینجا؟ خب داده ها اینه که یک زن جوان که به خاطر فشار خونش یه دفعه وارد کما بشه، خب این احتمالش خیلی کمه، ما اینو میدونیم که همچین چیزی خیلی کم اتفاق میفته که طرف همینجوری داره سالم راه میره، مشکلی نداره، یه دفعه به خاطر نمیدونم فشار خونش بیاد پایین بیهوش بشه، بعدم الان تو این همه مدت تو کما بشه. این یه چیزی که احتمالش کم اتفاق بیفته. حالا اگه کسی مخالفت داره به من بگه. و یه داده دیگه داریم که این فیلم‌ها رو به نظر میرسه دلیلی وجود نداره که همشو، اگه اتفاقی نیفتاده، اگه اتفاق خاصی نیفتاده که علی جمهوری اسلامیه، چرا همه ویدیوها بیرون نمیاد؟ چرا یه قسمتایش بر ما بیرون میاد؟ چرا ادیت شدهش میاد بیرون؟ این داده رو هم داریم. و یه داده دیگه داریم که ما مثلا که شاهد عینی داریم، گاردین که یک منبع خبری نسبتا خوبی هم هست. نمیگم وقتی میگم خوب یعنی نه که همه حرفشون درسته، ولی وقتی که اونا یه استانداردهای خاصی دارن، وقتی که میان ما شاهد اینی داریم که یه اتفاقی افتاده، یه مقدار احتمال درست بودن این میره بالا. میگن که برای رفتن صحبت کردن، شاهد اینی دارن که طرف زدن، یه چه میدونم این حجابان، حالا حجابان نمیدونم، این هم گشته شده اسمش گذاشتن حجابان، میگن سر ما دارن کلا میذارن، رفته زده این خانم رو، این میگن شاهد اینی. خب این احتمال اینو میبره بالا، تیغ و کاما داره احتمالش به این طرف افزایش بده میکنه. بعدم دیگه چه داده‌ای داریم؟
که رفتن خانواده رو الان دستگیر کردن. منم چرا خانواده رو دستگیر کردن؟ دلیلش چیه؟ چه کاریه این؟ بعد من بچه دارم اشتباه میگم یا نه، ولی مثل اتفاق مهسا دوباره ژورنالیستی هم که رفته پیگیری بکنه چه اتفاقی بیفتاده اینجا، اونم دستگیر کردن. اینو دارم درست میگم؟ بله بله، اونم دستگیر کردن. ملاقاتش هم ممنوعه، مادرشو نذاشتن ملاقات بکنه دخترشو. و جمهوری اسلامی رو هم بگو از قبل استقرار داریم که جمهوری اسلامی از این کارا میکنه. نه آره، اون قسمت بعدی امنیتی شدن بیمارستان. امنیتی شدن بیمارستان. خب حالا اون اینا رو ما درباره اتفاق میدونیم، اینا لیست چیزایی هست که ما درباره اتفاق میدونیم. حالا یه لیست چیزایی هست که درباره جمهوری اسلامی حالا من میگم. خب یک، شفافیتی وجود نداره. حالا جدا از این اتفاقاتی که شفافیت اینجا وجود نداره، در کل جمهوری اسلامی شفافیت نداره. وقتی شفافیت نداره خیلی از باورهایی که ما داریم رو موجه میکنه، یعنی اگرم باورمون اشتباه باشه مسئولیتش به جمهوری اسلامیه که این چیزها رو ما نمیتونیم، یک نهادیه که نمیشه بهش اعتماد کرد. ما دسترسی به یک ناظر مستقل از جمهوری اسلامی متخصص نداریم که بره اینا رو برای ما راستی آزمایی بکنه. یکی این. بعدم کارنامه جمهوری اسلامی رو داریم، یعنی این یه چیزیه که سابقه شو میدونیم جمهوری اسلامی قابلیت چه کارهایی داره و زیاد هم از این کار میکنه. برای همین الان حتی اگه این درست نباشه، الان حتی اگه آرمیتا هم واقعا اصلا جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشته باشه تو این اتفاقی که برای آرمیتا افتاده، در حال حاضر باور موجه این هست که بله جمهوری اسلامی این کار انجام داده. حتی اگه بعدن اطلاعاتی در بیاد که ببینیم نه ما اشتباه گفتیم، در حال حاضر باور موجه این هست بر اساس همین دادا بهم میگن تیغ و کامو درست استفاده کردن. اوکی همین محسن بفرم. من یه جمله میخواستم نقل قول کنم. یه بزرگی گفته در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن داره هیچ حرفی رو باور نکنی. ما نمیتونیم اصلا هیچ حرفی رو باور بکنیم. بعد یه توضیح هم در مورد اون مقایسه که نوید با اون آدم بزهکار توی محل زد بگم، که اون آدم بزهکار رو ما نمیتونیم با جمهوری اسلامی مقایسه بکنیم، چون جمهوری اسلامی کسیه که عمل کرده، کسیه که باید محکوم کنه. یعنی تمام عوامل این قضیه دست جمهوری اسلامیه و مردم به درستی از جمهوری اسلامی تقاضا دارن که توی این مسئله جوابگو باشه. حالا اون 20% هم ما بگیم اشتباه داره میکنی، بازم گردن جمهوری اسلامی. که دقیقاً اگه اون 20% هم درست باشه و ما یعنی نتیجه گیر اشتباه کردیم، مسئولیتش دقیقاً با جمهوری اسلامی. این حرفو قبول دارم، ولی این که میگه هیچ حرفی رو نباید باور بکنیم، من نمیدونم یعنی چی. چون که کلا خیلی موقع وقتی یه حرفی با یک نتیجه گیری با هیچ یا همه شروع میشه، به احتمال زیاد یه مقدار کلیگویی و تعمیم به کله. به طور مطلق اینجوری نمیتونیم در چیزی صحبت بکنیم که هیچ چیزی رو نمیشه باور کنیم، ولی حالا من دارم گیر زیادی میدم. بریم سراغ چون تو اون جمله گفته بود که وقتی تنها دولت حق حرف زدن دارد، میشه یه سری حرفایی رو باور کرد. بستگی داره، بستگی به شرایط داره، بستگی به به نظر من بهترین کار اینه که به جای اینکه یه قانون کلی پیدا بکنیم برای نتیجه گیریامون، هر ادعا رو جدا جدا بررسی بکنیم، ببینیم اون ادعا رو چجوری میشه ارزیابی کرد. چت هم گرفتیم از ایفون. ایفون میگه که ایفون از ترکیه میگه ممنون آرمین جان که تلاش میکنی به من آموزش بدی در شرایط مختلف بتونم باور موجه رو پیدا کنم، اگه یاد نگیرم مجبور میشم سر هر موضوعی بیام از خودت بپرسم. نه من مرسی ایفون جان، ولی نه اینم اینکه من یه چیزی میگم اینم روش خوبی برای نتیجه گیری نیست. بریم سراغ شهریار روی کلاب هاوس. تشکر آرمین جان. جمهوری اسلامی با رفتارش نشون داده که قابل اعتماد نیست. اینا سالهان که دارن تو این مسیر راه میرن. مسئله اعتماد اینجا به نظر من گاه نماینده قدرت و اون فردی که داره دادگاهی میشه واسه مسئلهش جدان. مرسی. بگو مایک. نکته من اینه، عکسی که از آرمیتای عزیز پخش شده، عکسی که روی بیمارستان هست، یه دکتر اومده بررسی کرده و گفته که اون محلی است
که از سر آرمیتای عزیز بان پیچی شده، این نتیجه گیری رو میشه کرد که اون حتما یه جسم سخت با سرش برخورد کرد. چون ما اگه بخوایم در نظر بگیریم اگه یه کسی بیهوش بشه و بخوره زمین و سرش به جای بخوره، معمولا اینجوریه که سر بغل سر یا پشت سر یا مثلا پیشونی به جای برخورد میکنه، هیچ وقت بالای سر به جای برخورد نمیکنه. این نکته هم من گفتم که ما در نظر داشته باشیم. بریم کلاب هاوس. تانیا به کلاب هاوس بگو عزیزم. من خیلی سریع اومدم بالا به خاطر چیزی که در چت روم این اتاق بسیار مهم قید شده از طرف کاربر ساد پ که از آن داشته که بر اساس یک خبری که از یک گروه واتساپی بیرون آمده، آرمیتا به مهسا پیوست و این اتفاق ساعت 1:30 دیشب افتاد. با توجه به دیتاهایی که وجود داره و بازداشت شهین احمدی مادر آرمیتا در بعد از ظهر امروز که تقاضای دیدار با دخترش رو داشت و به او اجازه ندادن و در نهایت هم بازداشت شد شهین احمدی، و با توجه به حضور نیروهای امنیتی در مدرسه عروت الوثقا و تهدید دانش آموزان و دوستان آرمیتا در خصوص اینکه عکس‌های آرمیتا بخواد وایرال بشه یا چاپ بشه یا هر چیزی، با توجه به گزارشی که گاردین از دو شاهد عینی چاپ کرده، با توجه به گزارشی که پزشک حاضر در مترو که سی پی آر آرمیتا رو انجام داده در لحظه‌ای که این اتفاق میفته بعد از دیدن شکافته شدن سر آرمیتا، و در حقیقت این پزشک گزارش کرده که سی پی آر پاسخ نداد، بعد از 40 دقیقه آمبولانس آمد و در حقیقت آرمیتا به بیمارستان انتقال پیدا کرد. تیتر اتاق آرمین تیتر بسیار مهمیه و حالا مقالطه حالا بعضن اتفاق افتاده. من نمیخوام اصلا وارد اون بحث شم، چون برای من الان این خیلی اهمیت داره که بدونیم آیا این چیزی که کاربر ما ساده نوشته با توجه به فکت‌ها و دیتاهایی که موجود هست روی این خبر در توییتر باید حالا به عنوان یک خبر موقت کار بشود یا خیر، آیا لینکی در این مورد وجود دارد یا خیر، چون اگر این اتفاق افتاده باشد دقیقا اتفاق مشابه مهسا رخ داده، همین برخورد با خانواده مهسا اتفاق افتاد، همین مغالطه که به نظر من خیلی شریف‌تر از سفسطه است. وقتی که ما مغالطه اتفاق میفته در یک روند شکلی یک بحث، بعضن اثر ندانستنه، اما وقتی که شما میدانید یک چیزی مغالطه است و برای پیشبرد یک هدف سیاسی روش پافشاری میکنید، شما دیگه آلوده به سفسطه شدید. و بزرگترین و بارزترین مثالش هم خوراندن جام زهر به سقراط توسط سوفسطاییان در یونان باستانه. یعنی من واقعا بعضی وقتها بعضی حرفا رو که میشنوم یا میخونم خیلی سخت میتونم خشم خودم رو کنترل بکنم، مخصوصا نام میبرم سرکار خانم حجاجی که توی چت روم به راحتی در حال بولی کردن تمام آدمهایی هستن که نگران جان آرمیتا هستن. و من واقعا نمیدونم اتاق حالا مال جناب آقای آرمین نوابی هست، ایشون میدونن که چطور با کاربرها باید صحبت بشه. منتها وقتی یک چیزی در این حد خشم همگانی رو داره رقم میزنه، اتفاقی تا این حد مشابه و وقیحانه مجددا داره اتفاق میفته، واقعا جای تاسف داره که شما همچنان میتونید مثل گوبلز دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی باشید. این انتخاب شماست که میخواید چه کسی باشید سرکار خانم حجاجی، ولی این اتفاق برای آرمیتا افتاده، گزارشات عینی موجوده، ما به دنبال این نیستیم که بدونیم چند دقیقه از فیلم تخطی شده. اگر جمهوری اسلامی، حکومت جانی جمهوری اسلامی به دنبال شفاف سازی بود، در همون نیم ساعت اول میتونست فیلم ها رو بیرون بده و بروز بده. وقتی یک روز طول میکشه، وقتی خانواده تهدید میشه، وقتی مادر فرد دستگیر میشه به خاطر اینکه علنا داره میگه ما همه دوربین ها رو چک نکردیم، این صحبت شما دقیقا راه رفتن روی خون امثال آرمیتاست. آرمین جان، من فقط اومدم روی استیج برای اینکه محبت کنی و روی این قضیه ببینیم که آیا این خبر میتونه صحت داشته باشه که آرمیتا جانش رو از دست داده باشه یا خیر، چون این خیلی مهمه که بشه در توییتر این خبر رو کار کرد. سپاس، من مزاحم استیج نمیشم و میرم پایین. مرسی، مرسی که اومدین. بچه ها اگه میشه، چون من نمیتونم همزمان مدیریت های من رو یوتیوب هستم، رو کلاب هاوس هستم، رو دیسکورد هستم، اگه بقیه بچه ها میتونن برن اینو، میدونم نازی و مایکل و نوید و تسلا هم سرشون شلوغه برای مدیریت، اگه کسی میتونه بره اینو چک بکنه چون این خیلی مهمه. مرسی هم که اومدید اینو گفتید، اگه میشه برید اینو چک بکنین چون من نمیدونم
بچه تو چت یوتیوب هم اگه میشه اینو چک بکنیم برای ما بنویسید که چه خیلی اتفاقی داریم. آره دمتون گرم. مختصر و مفید لطفا نکست بفرمایید. مرسی. من حداقل از اینکه بر اساس رفرنس و منابع علمی و پروتکل درمانی و چه بر اساس تجربه شخصی مینیمم 250 الی 300 مورد ضرب به سر که من داشتم، موارد ضربه به سر که به شکل ضربه منفرد، ضربات متعدد با چوب یا سنگ یا جسم سخت و موارد سقوط از ارتفاع، چه همتراز یعنی شخص فشارش بیفته سرش بخوره به جایی یا پلش بدن یا سقوط از ارتفاع باشه، تقریبا احتمال مرگ در جا خیلی کمه و شخص تایم زیادی طول میکشه تا علائم نشون بده و اولین علائمش تهوع و استفراغ، کاهش ساعت هوشیاری و تشنج که کاهش ساعت هوشیاری خیلی شایع و در موارد بسیار شدیدشه که خونریزی یه ریگ کوچولویی وجود داره و این خونریزی ممکنه 2 دقیقه بعد، ممکنه 2 ساعت بعد، تا 24 ساعت ممکنه که بعد از اون مورد این شخص دوره بشه و این مورد که بگن الان داده پس چیزی نشده، اگه بچه تو الان اوکیه حتی میتونه بره دور بزنه خودم واقعا یه ذره سبکی تو سرش حس کنه و بعد کاهش ساعت هوشیاری یا تشنج ایجاد بشه براش. اینم فکت علمی، اگه کسی ایرادی بهش داره من اوکی. علی توی چت یوتیوب از من داره میپرسه میگه آرمین نظر خودتو بگو دیگه کار جمهوری اسلامی بوده یا نه. من که اینو جواب دادم، من دارم میگم که باور موجه الان این هست که کار جمهوری اسلامی بوده حتی اگر هم این نباشه. من برای شما دقیقا اومدم تیغ و کام زدم، تمام داده ها رو بررسی کردم، فرق بین باور موجه و باور درست هم توضیح دادم، اینکه چه چیزی درست هست فرق داره با اینکه چه چیزی الان باور بهش موجهه. الان باور به اینکه کار جمهوری اسلامی بوده بر اساس داده هایی که ما داریم موجه هست که شما اینو باور بکنید که بله کار جمهوری اسلامی بوده. این نظر منه. اوکی بچه ها دارن میگردن که ببینن این خبر درسته یا نه. بچه ها دارن میگن فعلا چیزی پیدا نکردن ولی هنوز دارن نگاه میکنن. مرسی بچه ها که دارین چک میکنید. فرمایید لوسیفر صحبت بکنید. من میخوام بگم گاردین از کجا مطمئن شده که این شاهد عینی واقعا شاهد عینی بوده؟ از بازجو خبرنگاری خود جمهوری اسلامی نبوده. شما صحبت کردی فیلم تقطی شده کار جمهوری اسلامی، بعد پس فردا اون فیلم مترو رو داخل مترو رو کنه بگه دیدید گفتن دروغ میگید، دیدید گفته همون مهسا امینی هم دروغ گفتن، دیدید رسانه، دیدید گاردین هم دروغ میگه، دیدید رسانه بی بی سی هم دروغ میگه. بابت این قضیه من به نظر من موجهه که فکر کنیم که احتمالاً کار جمهوری اسلامی در این مورد خاص نبوده. ما که احتیاجی به مطمئن بودن نداریم، ما احتمالات در یه حدی بالاتر باشه یک باور رو موجه میدونیم، پس ربطی با مطمئن بودن نداره. خب الان روزنامه گاردین یعنی مقاله گاردین هم لازم نیست مطمئن باشه که یه چیز رو پخش بکنه، همین که استانداردهای ژورنالیستی رو رعایت میکنن قبل از اینکه یه چیز رو انتشار بدن، خب این احتمال یک ادعا رو بالا میبره، اثباتش هم نمیکنه، احتیاجی هم به اطمینان نداریم. بعدم که میاد میگید از کجا معلوم، همین از واژه از کجا معلوم رو که شما شروع میکنین استفاده کردن به این معنی است که بازم شما روش درست استدلال رو بلد نیستید. از کجا معلوم یعنی شما دارید میاد میگید خب یک گزینه دیگه محتمل هست. ما که نمیایم بگیم گزینه‌های دیگه محتمل نیست، ما محتمل بودن یک گزینه اهمیتی نداره، ما مقدار احتمال رو در نظر میگیریم، همه چی محتمل هست. اصلا آقا اصلا محتمله که اصلا شما وجود نداری، اصلا محتمل هست که اصلا تمام اصلا جمهوری اسلامی وجود نداره، اصلا همه ما وجود نداریم، همه اینا محتمله. بله همه چیز محتمل هست ولی ما چیزهایی که محتمل هست رو جدی نمیگیریم، ما چیزهایی که احتمالش زیاد هست رو جدی داریم میگیریم. بعدم اگه این اتفاقم افتاده که جمهوری اسلامی اومده یه همچین کاری رو کرده، شما با یقین درباره چی صحبت نکردیم، ما باور به یک چیز رو موجه دونستیم. اگه جمهوری اسلامی اومد فردا گفت او شما گند زدید، میگه نه ما احتمال دادیم که میتونست غلط باشه، ما گفتیم چون احتمالش زیاد بود باور به شما موجه کردیم. اگه فردا یه چیز دیگه درست بود ما میگفتیم خب ما 5% 10% احتمال داریم که یه چیز دیگه باشه و الان 5% 10% این هم اون بود. بعدم اگه جمهوری اسلامی اومده همچی کاری کرده، خب مقصرش کی میشه؟ دوباره مقصرش میشه همون جمهوری اسلامی. اون هنوز هم باور ما موجه بود، جمهوری اسلامی اومده خبر دروغ سعی میکنه پخش بکنه، بعد بیاد یقه ما رو بگیره که چه چیز رو باور کردیم. خب تقصیر کی بوده؟ تقصیر جمهوری، در نهایت مسئولش جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی شما الان ببینیم 2 تا گزینه به نظر میرسه که میتونه وجود داشته باشه، یا اینا رو پخش نمیکنه ازم به خاطر اینکه واقعا یه حمله ای شده و اگه در بیاد به ضرر جمهوری اسلامیه، یا اینکه داره مسخره بازی در میاره که بیاد مثلا یه قسمتشو پخش بکنه بعد ما یه چیزی رو بیایم بگیم بعد بقیه‌اش هم پخش بکنه که بگه عدیدین. خب در نهایت جمهوری اسلامی چی در میاد؟ در این جفتش یعنی جمهوری اسلامی شره.
حالا من گزینه اولو خیلی احتمالش بالاتر میدونم، ولی گزینه دومم باشه بازم میشه جمهوری اسلامی میشه شره. کدوم یکی از این دو تا به نفع جمهوری اسلامی در میاد؟ بفرمایید. ببینید آمین جان، مردم این فرمایش شما درسته، واسه خواص، واسه شما که فرق استدلال میدونی این درسته، ولی واسه عوام، ببین جمهوری اسلامی واسه عوام برنامه میسازه. چند بار این کار رو تکرار کرده که ما الان بیایم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی داره همچین کاری میکنه؟ اصلا موجه جمهوری اسلامی بیاد همچین کاری بکنه؟ خب ما بر اساس سابقه جمهوری اسلامی خب احتمالات رو در نظر میگیریم، یه چیزی که احتمالش به اندازه کافی زیاد باشه از لحاظ پراگماتیکلی عین واقعیت باش رفتار میکنیم. بعدم شما میگه دیدی ایران اینترنشنال گفته 100% این اتفاق افتاده؟ خب کجا گفتن 100% این اتفاق افتاده؟ ما برای همین میگیم، نمیام بگیم 100% چه اتفاقی افتاده، ما میگیم باور به همچین چیز موجهه. برای همین که همچین اگه فردی خبر اومد که یه چیز دیگه بوده، کسی نتونه بیاد یقمونو بگیره. ما احتیاجی به 100% نداریم، احتیاجی به یقین نداریم که بیایم یه چیزی رو ادعا بکنیم. هم که احتمالش زیاد باشه برای ادعا کافیه. درسته شما نمیگید، ولی ایران اینترنشنال و رسانه‌های دیگه میگن و اونا همینو جدا میکنن و همینو پخش میکنن. بفهم. ببین عزیزم، هیچ جا نمیاد نتیجه گیری بکنه، میاد یه سری از کارهایی که اتفاقایی که افتاده، مامانش دستگیر شده، اون خبرنگار رو گرفتن، اینا رو کنار هم دیگه میذاره، میگه این اتفاقا افتاده. نتیجه گیری با من و شماست. آره دقیقاً، من برنامه ایرانی بفرمایید. نه دقیقاً نازی درست میگه، دقیقاً من الان ویدیو ایران اینترنشنال هم که پخش کردم، فقط اومد همه داده ها رو کنار هم گذاشت برام چیت، همین کارو کرد، کار دیگه ای نکرد ایران اینترنشنال. مایکل شما صحبت بکنید. مایکل بله، نکته من اینه که برای جمهوری اسلامی خیلی بده که بخواد یه حادثه اتفاق بیفته بعد از یک هفته بیاد فیلمشون رو پخش کنه، چون هرچی فاصله بین اتفاق و فیلم اون حادثه بیشتر بشه، باور اون فیلم برای مردم سخت‌تر میشه. اینم در نظر بگیرید که اگر جمهوری اسلامی مثلا بر فرض بیاد یه فیلمی رو هفته دیگه بیاد پخش کنه، باور اون فیلم برای مردم خیلی سخت میشه. مردم میگن حتما اون فیلم یه مشکلی داشته که بعد از یک هفته دو هفته اومدن پخش کردن. اینم در نظر بگیرید. معذرت میخوام، هر کسی که توی مترو بیهوش میشه میفته میبرنش بیمارستان و فرج با این همه مراسم امنیتی زنگ میزنن آمبولانس میاد میبرتش. ببینید مهسا مهسا رو پارسال کشتن، 560 تا کشتن پشتش که بگن ما مهسا رو نکشتیم. اینها قطعا این کار رو انجام دادن و تمام این کارهایی هم که دارن انجام میدن به خاطر اینه که ناخواسته بوده و هول شدن، نمیدونن چی کار کنن، مجبورن هی پشت سر همدیگه دروغ بگن. اما ما چی کار باید بکنیم؟ ما ببینید باز تکرار خواهد شد. ببینید یه جمله هم که الان اینجا گفت لوسیفر میگفت شما از کجا میدونید که فلان اتفاقی افت نیافتاده؟ ببینید این سوال رو که میکنن، اینو مراقب این سوال همیشه باشید. اکثر خرافات و توهم تئوری توطئه ها با این روش سوال کردن توجیه میشه. به اسمش هم هست مغلطه توسل به جهل. خب شما نمیتونی بیای همه این چیزا رو اثبات بکنی، ولی اگه بخوای اینجوری نتیجه گیری بکنی، خب الان همه کسایی که مثلا میان میگن بله ایلومیناتی و دنیا داره ایلومیناتی داره دنیا رو کنترل میکنه، یه مش خزنده داره دنیا رو کنترل میکنه، یا یعنی که مثلا کره زمین صافه، خب شما میتونید الان همشون از این سوال میکنن شما از کجا مطمئنی که مثلا همه عکسایی که دیدی دروغ نباشه، ناسا مثلا یک با ایلومیناتی و شیطان پرستا نباشه، تمام داده های علمی رو اینا اومدن برای شما عوض کردن؟ خب شما نمیتونی بیای همینا رو ثابت بکنی، احتمالی اینا رو میری جلو. زمین آره، آیا محتمل هست که زمین صافه؟ آیا با یقین 100% میتونیم بگی که زمین صاف نیست؟ نه، هیچی رو یقین با 100% نمیتونی بگی. ولی سوال بیخودیه، این سوال کلا سوال بیخودیه که آیا شما حتما از کجا میدونی که فلان گزینه محتمل نیست؟ نه من نمیدونم. ولی اصلا نمیشه اینجوری زندگی کرد. ما زندگی که میکنیم همش بر اساس احتمالاته. هیچ کدوم از نتیجه گیریایی که ما در زندگی میکنیم و تصمیمایی که میگیریم بر اساس یقین نیست. مشکل فرق بین دین و تفکر منطقی هم همینه. شما انقدر، ما الان بعضی از آتئیستامون همون تو اون تفکر دینی موندیم که فکر می‌کنیم باید ایمان داشته باشیم، باید یقین داشته باشیم، باید 100% یه چیزی رو بتونی به اثبات بکنی که درسته که بتونی بر اساسش زندگی بکنی و تصمیم بگیری. اینجوری نیست. اوکی. کیه الان بریم سراغ
روی بذار بریم روی ایران. ایران روی کلاب هاوس بفرمایید. ایران اول فصل شما بفرمایید. ما اصلا در خوشبینانه ترین حالت میگیریم که اصلا این اتفاق این سری برای این مهربان و آرمیتای عزیز اصلا عمدی نبود و خودش اصلا این اتفاق افتاد. ولی آیا این در اصل قضیه تأثیری میذاره؟ اگر یه مورد باشه، دو مورد باشه، سه مورد باشه، آدم میگه خب این اتفاق معمولی بوده. ولی وقتی بارها و بارها داره تکرار میشه، این دوست عزیزم هم صحبت خوبی کردن، گفتن این هم چه درست باشه نباشه دوباره هم اتفاق خواهد افتاد. حالا با اون بقیه بحثش کاری ندارم، ولی این تیکه رو دارن درست میگن، چون تا الان این اثبات شده. زمانی که من میام یه کاری میکنم، بعد در این که اون کارو تکذیب کنن، عملا اون کارو بارها تکرار میکنم که تکذیب کنم نه آقا اون کاری که شما میگین اونو من نکردم. بقیه هر جور دوست دارن برداشت کنم این موضوع رو بگم. ماشنونید بچه روی یوتیوب لایک کنید لطفاً، بعد از اینکه برنامه تموم شد یه کامنت زیر برنامه بذارین که این برنامه ها دیده بشه. ما از این برنامه وقتی که میذاریم که مهم هستن خیلی، حالا امروز خوب اومد استقبال شد، دمتون گرم بچه، مرسی. ولی لایک های شما باعث میشه که استقبال بیشتری هم بشه و تعداد تریم اینو ببینن. اینم مهمه که ما روش مبارزه با اخبار دروغ رو اینجا یاد بگیریم. یعنی اینجا فقط نیومدیم این اخبار رو بررسی بکنیم، یه محیط خوبی درست کردیم که شما فقط اطلاعات نگیرید، روش بررسی اطلاعات هم یاد بگیرید و بتونید خودتون یه تبدیل به یه سربازایی بشید که بتونید با اخبار دروغ برید بجنگید. اگه فکر میکنید اینجا محیط مفیدی برای این کار، لطفاً بغیر از لایک و کامنت گذاشتن کانال جمهوری بی خدایان رو به بقیه هم پیشنهاد بدید. بچه رو دیسکورد هم بیاین، اونجا چون اونجا فیلتر هم نیست، میتونید بدون VPN میتونید بدون فیلتر شکن راحت میتونید بیاین بقیه بحثا رو اونجا گوش بکنید. ممنون از همتون. من سعی میکنم برنامه هم الان ببندم که برنامه کوتاه بشه. ممنون از همتون. فعلا ابلیس یارو نگهدار همه شما. سلام بچه ها، بیاین داوطلب بشیم برای عضویت در تیم جمهوری بی خدایان که با همدیگه این جمهوری رو رشد بدیم. ما نیاز داریم به اعضای جدید که با همدیگه محتواهای جذاب و آموزنده بیشتری تولید کنیم. نگران نباشید، من از طریق تلگرام باهاتون مستقیم در تماس خواهم بود و براتون توضیح میدم که چه کارهایی باید با هم بکنیم که با هم دیگه این مسیر رو پیش بریم. زیر همین ویدیو یه لینک فرم درخواست هست، لطفاً این لینک رو کلیک کنید، فرم رو پر کنید، ایمیلتون رو بدین که با هم دیگه در تماس باشیم. بوس به کله همتون. ابلیس یارو نگهدارتون.